خانواده‌ای که اشتباهاً گیر جهش‌یافته‌هایی میافتند که فقط میخوان وحشیگری بکنن و آدم بکشن. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلمی آوردم که خیلی پیشنهادش دادید، تپه‌ها چشم دارن نسخه اولش. این فیلم اصلا سال 2006 و بازسازی شده این نسخه اصلیش توی تقریبا 30 سال قبله. این نسخه خب صحنه‌های خشن فوق‌العاده بیشتری داره به خاطر اینکه کلاً علم پیشرفت کرده و سیستم فیلم برداری ها خیلی فرق کردش. برای نسخه دومش میخوام براتون بذارم، پس حتما کانال رو دنبال بکنید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون باشه کام رو صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم کویری رو توی نیو مکزیکو آمریکا میبینیم. چند نفر با لباس‌های ایمنی دارن نمونه‌های آب و خاک جمع می‌کنن و یه رفه مردی که صورتش ترکیده میاد سمتشون و میگه کمک. اونا میان طرفش که یه رفه مرد وحشی دیگه با کلنگ پیداش میشه و از پشت هر دوشون رو میکشه. یکیشون در میره که مرد وحشی اونم میگه و با صدای فریادش معلومه میمیره. حالا تیتراژ فیلم با توضیحاتی که داده میشه میفهمیم پس از پایان جنگ جهانی دوم دولت آمریکا بمب اتم‌های متعددی میسازه و برای تستشون کویر نیو مکزیکو رو انتخاب میکنه. به همه ساکنینش هم میگن اونجا خارج شن، اما یه سری گوش نمیدن و میگن اینجا وطنمونه. و در نتیجه آزمایش های اتمی که تو کویر انجام میشه این ساکنین کم کم قیافه های عجیب و جهش یافته میگیرن و تبدیل میشن به آدم های وحشی. سکانس بعد میریم به بمب بنزین نزدیک همینجا. صاحبش که انگار چیزی ترسیده اسلحه دستش رو فریاد میکشه که من نمیخوام دیگه قاطی این کثافت کاریا بشم. مشخص این مرد از یه نفر یا یه گروه ترسیده. وقتی برمیگرده دم در اتاقش کیفی پر از لوازم خفن و طلا میبینه. کنارش هم یه ظرفه که وقتی بازش میکنه گوشه بریده شده یه آدم و خیلی عادی باش برخورد میکنه، انگار مدت ها براش اتفاق افتاده. همین لحظه ماشین جلوی پمپ ترمز میکنه که یه تریلر هم پشتشون و مشخصه دارن این خانواده میرن سفر. باب و همسرش اتل همراه سه تا بچه‌شون یعنی بابی، برندا و لین. دوست پسر لین به اسم داگ و بچه‌شون کاترین هم همراهشونن و دو تا سگ بزرگ این خانواده هم با خودشون آوردن. یکی از سگا فرار میکنه داخل اتاق و لین میره دنبالش که صاحب مغازه جلوشون میگیره. اونجا فکر میکنه که این دختر متوجه کیف پر از طلا و اون گوشه کنارش شده و یکم مضطرب میشه. برای همینم میاد بیرون و به بهونه بسته بودن جاده آدرس یه راه مخفی رو به این خانواده میده که راحت‌تر برن به سمت مقصدشون. خب مشخصه که نقشه بدی برای این خانواده ریخته. اونا هم حرکت میکنن و طولی نمیکشه که یه رفه به خاطر یه سری تیغ وسط خیابون تصادف میکنن و ماشینشون داغون میشه. حالا همه نگرانن و باب به بچه‌ها میگه اینجا بمونید تا پیاده برم بلکه بتونم کمک بیارم. یکی از سگا هم به خاطر باز بودن در میاد بیرون و میره وسط صخره ها. پسر خانواده یعنی بابی هم میافته دنبالش. یه رفه صدای ناله و زوزه سگ شنیده میشه و بابی نگران با وحشت سگ بیچاره رو میبینه که دل و رودش ریخته بیرون و کشته شده. بابی وحشت زده میخواد در بره اما پاش گیر میکنه و با افتادن از صخره بیهوش میشه. میبینیم دختری با قیافه عجیب کنارش میشینه و در حالی که بهش دست میزنه متوجه مرد دیگه بالا سرش میشه. مردی که قیافه عجیبی داره و در حال خوردن پای سگیه که مرده بود. بالاخره باب پمپ بنزین میرسه و وقتی خبری از صاحبش نیست میره داخل و با دیدن گوشه بریده شده کنار اون همه طلا مشکوک میشه. برای همینم اسلحه‌اش رو میکشه و روی دیوار متوجه کلی روزنامه و خبر در مورد آزمایش‌های اتمی دولت تو این منطقه و جهش یافته شدن ساکنان میشه. با آرومی میاد بیرون. بازم خبری از صاحب مغازه نیست. برای همینم تصمیم میگیره ماشینش رو بدوزه و بره پیش خانواده‌اش که متوجه صاحب مغازه تو دستشویی میشه. میره طرفش و مرد مسه. باب تفنگش رو میکشه روش اما مرد میگه بابت همه چیز ببخشید و یه دفعه اسلحه خودش رو میذاره تو دهن خودش و با یه شلیک کشی میکنه. باب میخواست سری در بره اما به محض روشن کردن ماشین متوجه مرد دیگه با ظاهر جهش یافته رو صندلی عقب میشه که به راحتی بابو بیهوش میکنه. بعدم میبینیم که مرد رو زمین میکشه و به جای میبره. برمیگردیم پیش پسر خانواده. بالاخره به هوش میاد و برمیگره پیش بقیه. جالبه که انگار اون دختر بهش آسیب نزده و هنوز زنده است. بابی حسابی ترسیده و با شنیدن صدای سری میاد بیرون که متوجه میشه سگ دیگه‌شون هم گم شده. به هر حال دیر وقت و تصمیم میگیرن شب و همونجا بخوابن تا پدر خانواده روز بعد با کمک بیاد. نصف شب میشه و بابی صدای زوزه میشنوه و به خیال اینکه سگشون سری دوست پسر خواهرش یعنی داگ هم صدا میکنه و دوتایی میرن طرف صدا. بقیه هم خوابن و یه دفعه چراغ بالا سر براندا روشن میشه. دستی به موهای دختر کشیده میشه و بعد کنار رفتن پتوش قیافه وحشتناک مرد مهاجمو میبینیم. برندا به هوش میاد و فریاد میکشه که مرد سعی میکنه جلو دهنشو بگیره. بیرون خونه هم قبل برگشتن داگ و بابی یه دفعه آتیش وسط کویر روشن میشه. یکم که دقت میکنن پدر خانواده یا همون باب رو در حالی میبینن که یه چوب بستنش و زنده زنده داره سوخته میشه. سری همه غیر برندا میدونن سمتش که میبینیم مرد جهش یافته دیگه هم میاد و یواشکی میره داخل تلیرر کنار برندا و دوست خودش. اول از یخچال کلی غذا میخوره. بعد پرنده که میبینن رو قفس در میداره و مثل وحشیا سرشو میخوره. سر پرنده رو. بعدم میره دوستش رو از برندا جدا میکنه. یه موش به صورت دختر میزنه و به شکل آزاردهنده بهش تعرض میکنه.
همین لحظه خواهرش یعنی لین صدای دختر رو میشنوه و در حالی که بقیه دارن سعی میکنن پدر رو خاموش کنن تنهایی میاد داخل. با وحشت میبینه که اون روانی کارش با خواهرش تموم شده و حالا نوزاد خودش یعنی کاترین رو بغل گرفته. روانی میگه این یکی خیلی توپول و آب داره. لین یه مایتابه برمی‌داره رو میزنه تو سر روانی. اونم عصبانی میشه و اسلحه‌شو میگیره رو سر بچه و میگه تکون نخور. اون یکی مردم که برندا رو بغل کرده مجبورش میکنه این صحنه ها رو ببینه. مادر دخترم میاد داخل و میخواد کمک کنه اما روانی با اسلحه شلیک میکنه و درجا میکشتش. لین پیچگوشی برمی‌داره رو میکوبه تو پای مرد و اونم فریاد میکشه. اما هیچیش نمیشه و به آرومی اسلحه‌شو میگیره رو سر لین و با یه شلیک کارشو تموم میکنه. بعدم میره سمت برندا و میخواد بکشتش اما گلوله‌ای توی تفنگش نیست و سری با دوستش نوتارو برمی‌دارن و درمیرن. مردای خانواده هم با شنیدن صدای تفنگا میان داخل و وقتی میرسن از وحشت خشکشون میزنه. داگ کنار جنازه همترش لین میشینه و گریه میکنه. یه لحظه لین چشماشو باز میکنه و انگار زنده است و داگ خیالش راحت میشه اما دوباره نفسش تموم میشه و این بار واقعا میمیره. داگ که میفهمه نوزالش هم اینجا نیست و دوزیدنش خیلی داغونتر میشه. بیرون تریلر از فاصله دورتر یه جهش یافته دیگر رو میبینیم که با دوربین همه چی رو نگاه میکنه. یه دفعه سگ خانواده از پشت بهش حمله میکنه و تیکه پارش میکنه. توی تریلر حالا نوبت بابیه که یه دفعه نسبت به مرگ مادر و خواهرش شوکه و عصبی بهش دست میده و داگ آرومش میکنه. بعدم بهش میگه قول میدم انتقامشون رو بگیریم و همینجا پیش خواهرت بمون چون الان خیلی کمک میخواد. سگم همین لحظه برمیگره به تریلر و داگ با برداشتن چند تا چوب و سلاح همراهش راه میفته. سگ رد پای مهاجما رو دنبال میکنه و کمی دورتر میرسن به یه معدن. داگ میره داخل و با کلی عکس عجیب از خانواده های این محل و گزارش آزمایش های اتمی دولت مواجه میشه. چند تا قبر هم تو معدن قرار گرفته. به روایت مدرک تو این معدن جوریان که انگار دولت باعث شده این آدمای وحشی ساخته شن و هر اتفاقی هم بیفته تقصیر خود دولته. خلاصه که داگ و سگش بیرون میان و متوجه یه روستا تو همین نزدیکی میشن. به خیال اینکه روانی‌ها ساکن اینجا بودن میرن سمتش. تو این روستا کلی مانکن و مجسم است. مشخص دولت اینجا رو ساخته برای اینکه نتایج بمب اتم رو به صورت آزمایش بررسی کنه و بفهمه چه بلایی سر یه شهر میاد. همینطوری خونه ها رو میگردن و متوجه سر و صدای ژنراتور یه خونه میشه. با آرومی داخلش رو نگاه میکنه. با دیدن بچه‌اش یکم حالش خوب میشه. اما همین لحظه مرد گنده‌ای رو در حال کشیدن یه جنازه رو زمین میبینه و داگ با آرومی از پشتش میره داخل خونه. توی اتاق زن جهش یافته‌ای هم هست و در آخر بچه خودش رو برمی‌داره و میخوان برن بیرون. با آرومی سمت در خروجی میان اما یه دفعه همون زن از پشت حمله میکنه و با یه ضربه بیهوشش میکنه. وقتی چشمای داگ باز میشن یکم گیج و با وحشت کلی دست و پای آدم دور خودش میبینه. میفهمه تو فریزر و سری با شکستن در میاد بیرون. خونه رو باز میگرده که این بار مردی که همه جهش یافته‌ها عجیب‌تر رو میبینه که رو ویلچر و مغزش به شکل وحشتناکی گنده است اما خب نمیتونه تکون بخوره. یه دفعه یه جهش یافته دیگه با تبر میاد داخل و همه چیز رو نابود میکنه. داگ با وحشت جا خالی میده و در آخر سگ سعی میرسه که مرد رو گاز میگیره و داگ هم میره تو اتاقی و جلوی در رو میبنده. اما این کافی نیست چون روانی یه دفعه با شکستن دیوار میاد داخل و دوباره میفته به جون داگ. اونم موفق میشه با تیکه شکسته چوبی که اونجاست ضربه‌ای به شکم مرد بزنه. اما خب اون وحشیگریش بیشتر میشه و انقدر کتک میزنه که به شکل دردناکی دوتا از انگشتای داگ با تبر قطع میشن. داگ دیگه خیلی حالش بده و میزنه زیر گریه. گریه کردنش باعث خنده این روانی و کسی که روی ویلچر بود میشه. همین که حواسشون پرته داگ پیشگوشی برمیداره رو پای مرد رو به زمین میخ میکنه. بعدم تبرش رو برمیداره رو با ضربه‌ای به سرش کارش رو تموم میکنه. سعی میره بیرون و مرد دیگه میاد طرفش که اونم با ضربه تبر میزنه به کمرش و در آخرم نوک تبر میکنه تو چشماش و کارش تموم میشه. بعدم میره بیرون و مرد ویلچریو کار نداره. اما خب سگش نظرش متفاوته و با شنیدن داد و بیداد مرد میفهمیم که سگ تیکه پارش کرده. برمیگردیم به تریلر. بابی و خواهرش دارن دور تا دورشون یه سری نخ میپیشن و میبندن به یه جغجغه که اگه کسی بهشون نزدیک شد صداش در بیاد و بفهمن. یه لحظه صدا میاد و بابی و خواهرش با ترس میرن سمتش اما خبری نیست. وقتی برمیگردن جنازه مادرشون از ماشین دزدیده شده. سری دنبال خونه روی زمین رو میگیرن و بابی اسلحه دستش گرفته. مریو در حال خوردن مادر خودش میبینه. با عصبانیت بهش شلیک میکنه و مرد میفته دنبالش. بابی به سمت تریلر فرار میکنه و میبینیم که برندا هم یه سری لوازم آماده میکنه. همراه بابی از طرف دیگه تریلر خارج میشن و مرد روانی که موفق میشه در رو بشکنه و بیاد تو، همین کافیه تا نقشه خواهر برادر نتیجه بده و تریلر همراه مرد وحشی منفجر بشه. داگو میبینیم که از دهکده میاد بیرون و همچنان دنبال نوزادشه. متوجه دختر بچه جهش یافته میشه که نوزاد رو بغل کرد و میدوه سمتش که یه دفعه مرد روانی که همسرش کشته بود از بالای کوه میپره و بهش حمله میکنه.
دختر بچه‌ام تو همین لحظه همراه نوزاد در میره که روانی هم داگو ول میکنه و میفته دنبالش. اصلا انگار این دختر میخواسته بچه رو از اول نجات بده. حالا داگ هم بلند میشه و با اسلحه‌اش میفته دنبال مرد و موفق میشه که در آخر بگیرنش و بعد کلی کتک زدن چند تا شلیک هم بهش بکنه. بعد با خیال راحت بچه‌ش از دختر پس میگیره. میبینی که مرد روانی بازم بلند میشه. این بار اسلحه داگ هم گرفته و میخواد بهش شلیک کنه که دختر بچه برای نجات این دو نفر میدوه طرفش. مرد روانی رو میگیره و همراه خودش دوتایی از صخره میفتن پایین و میمیرن. بابی و برندا هم بعد انفجار تلریر میرن سمتش و با تعجب میبینن مرد روانی هنوز زنده است، البته کلا سوخته و یه تیک آهن بزرگم تو شکمشه. این بار نوبت برندا تا عصبانیتش رو خالی کنه و کلنگی برمیداره و به شکل وحشیانه مغز مردم میپاشونه. خواهر برادر همون بغل میگیرن و میخوان برن که متوجه داگ، بچهش و سگ خانوادگی میشن و لبخندی میزنن. میدونن سمتشون رو همون تو آغوش میگیرن و سکانس آخر میبینیم که یه روانی دیگه داره از دور با دوربین نگاهشون میکنه و یعنی هنوز این داستان ادامه داره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. گیلیس هف آیز خب یه فیلم اسلشر و گور، کلا خیلی صحنه‌های وحشیانه ای توش داره و محتوای خاصی پشتش نیست، اما خیلی ریز وقتی که فیلم ساخته شد تقریبا 30 سال بعد از بمباران اتم هیروشیما و ناکازاکیه و کارگردان میخواد یه کنایه‌ای به آمریکا بزنه به خاطر این جنایت بزرگی که انجام داد. درسته که جنگ جهانی کلا خیلی چیز بزرگی بود و اگه این اتفاق نمی‌افتاد شاید ژاپن خیلی کارهای بدتری انجام میداد، ولی به هر حال بمب اتم هیروشیما به شدت وحشیانه بود و حتی به حدی بودش که خلبانی که میخواست بمب بندازه توی ناکازاکی از قصر رفت یه جایی که بمب بیفته توی یه دره و کلن فشاری که به مردم میاد و قتل عامی که اتفاق میفته و مخرب بودنش خیلی کمتر بشه. یعنی فکر کنید خلبانی که وظیفش این بود آدم رو بکشه دلش بیسوخته و میخواست نجاتشون بره، چقدر این بمب اتم وحشیان است. بعد هم نیست، حالا که نمیخوایم زیاد فیلمو تحلیل بکنیم چون محتوای خاصی نداره و کلا سرگرم کننده است، یا آشنایی با بمب اتم داشته باشیم یکم علم اون بره بالا. بمب اتم خیلی چیز جالبیه. شما محفظه یه بمب رو در نظر بگیر، داخل چه سری مواد منفجر است که به تو میتلکن، یعنی میخوان یه چیزی رو اون داخل فعال بکنن، و وسطش یه سری اتم هستن که بعد از اینکه یه انفجار رخ بده و این دو تا با هم ترکیب بشن کلا هستشون شکافته میشه و میشه همون بمب هسته‌ای. این هسته شکافته شده ذراتی از خودش تشعشع میکنه که با هر اتم دیگه برخورد بکنن همین انفجار هسته‌ای رو دوباره رخ میدن. برای همینه که همینطوری از اون محفظه کوچیک شروع میشه و همینطوری اطرافش تمام شهر رو کم کم میگیره و همه چیز همزمان باهاش منفجر میشه. و خب نکته مهم اینه که بمب اتم تموم نمیشه، به خاطر اینکه گفتم این ذرات همینطوری هی بیشتر میشن، از یکی دو تا تولید میشه، از دو تا چهار تا، همینطوری هی بیشتر میشن. یعنی مثلا وقتی این اتم ها به زمین میرسن همینطوری هی به سمت داخل میرن و هی انفجار رخ میده. برای همینه که میگن حتی توی چرنوبیل، توی هیروشیما، توی ناکازاکی هنوز همین اتم وجود داره. زیر زمین اگه بررسی بکنن همینطوری هی داره زمین شکافته میشه، انفجارهای اتمی داره رخ میده، شاید روی زمین نیست ولی زیرش داره این اتفاق میفته. کلا بمب اتم خیلی وحشیانه است. آدم درکش که بکنه میفهمه که چقدر جنایت بزرگه و به نظر من بدترین ساخته بشره. همونطوری که حالا کریستوفر نولان داره فیلم اوپنهایمر رو تولید میکنه و قطعاً ببینمش میخواد به همین اشاره بکنه که سازنده بمب اتم بعد از اینکه فهمید چه اتفاقی قراره بیفته اصلاً نابود شد، یعنی گفتش که من بدترین اشتباه بشریت رو انجام دادم. کلا میگم خیلی چیز وحشیانه ای و حالا شما فکر کن که الان اکثر کشورهای دنیا، درسته که خیلی‌ها میگن نداریم، ولی همه‌شون بمب اتم رو تولید کردن خاطر اینکه میدونن برای زنده موندن تو این دنیا الان نیاز، یعنی اگه آمریکا بزنه باید چیزی داشته باشن که جوابشو بدن. و اینکه میدونی الان تمام زمین بمب اتم دارن خیلی دردناک و ترسناکه. میخوام روکتر بگم اگه جنگ جهانی دیگه ای رخ بده و همه بخوام با بمب اتم همدیگه رو بزنن چیزی از زمین نمیمونه، همه چیز تموم میشه و کلا زمین غیر قابل سکونت میشه مثل خیلی از سیاره های دیگه. و این میشه یه تئوری دیگه که خیلی از دانشمندهای کلا اخترشناس و اینا میدن، میگن خیلی از سیاره ها مثل مریخ و جاهایی که الان زیاد قابل سکونت نیستن قبلا تمدن هایی بودن که با بمب اتم همدیگه رو نابود کردن و شاید زمین هم یه روز به یکی از همونا تبدیل بشه. اصلا میگم فکر کردن به این که یه نفر میتونه انقدری آدم کثیف و وحشی بشه که با بمب اتم جنایت انجام بده خیلی دردناکه. و حالا این فیلم هم گفتم که میاد کنایه‌ای به همون اتفاقا میزنه و اینکه این بمب اتم، این آزمایش آمریکا باعث شده توی همین نیو مکزیکو همچین آدم‌های وحشی تولید بشن و بیافتن به جون هم دیگه و همه رو بکشن.
و کنایه قشنگی هم به نظر میزنه و خیلی قشنگ میاد این وحشیانه بودن بمب اتم رو به نمایش میذاره. هر چی صحنه ترسناک ما توی فیلم میبینه که بقیه سلاخی میشن، یه قسمت خیلی کوچیکی از کاری که بمب اتم با مردم انجام میداد. اگه دوست دارید بیشتر درک بکنید کشنده بودن این بمب، یه لینک توی دیسکریپشن میذارم، یه سیمولیشن، یه شبیه سازی از اتفاقی که توی هیروشیما افتاد و بی بی سی تولید کرده و خیلی هم قشنگ و با دقت ساخته شده. حتما ببینیدش، تقریبا 3-4 دقیقه است و فقط پروسه انداختن بمب اتم و زندگی مردم ژاپن توی اون دوره رو به نمایش می‌ذاره که یه دفعه چه اتفاقی میفته و قشنگ درک میکنید که چقدر دردناکه وقتی که میرسه مردم اصلا پودر میشن، چون در عرض یک ثانیه، یک صدم ثانیه، تمام سلول‌ها و اتم‌های بدنشون منفجر میشه، هیچ چیزشون نمیمونه. کسایی هم که زنده بمونن بعد از مدتی برگردن به اونجا، کافیه تقریبا 1-2 ساعت در ارتباط با این رادیوم‌ها و کلا انفجارهای اتمی باشن. بعدش یه کل بدنشون نابود میشه، خیلی از چیزها دست میره، یه وقتا اتم‌های بدنشون جهش پیدا میکنه و حالا صورتشون داغون میشه، قیافه‌های عجیب غریبی میگیرن، کلا میگم همه چیشون تا نسل‌ها بعد نابود میشه. برای همینه که میگن تقریبا تا 10 نسل بعد از افرادی که از هیروشیما زنده موندن یا همشون سرطان میگیرن یا دچار همین معلولیت‌ها و صورت‌های عجیب و غریب میشن و هزاران مشکل دیگه هم ممکنه براشون پیش بیاد، چون همشون تا 10 نسل تحت تاثیر این انفجار قرار گرفتن. خیلی چیز دردناکه و امیدوارم که نمیدونم چی بگم، امیدوارم که یه روز بمب نباشه، نمیدونم بگم، امیدوارم که یه روز این بمب حذف بشه، یه روز کسی این بمبا رو استفاده نکنه، نمیشه گفت، فقط امیدوارم که آینده هممون به خیر پیش بره دیگه، چون الان کل دنیا پر شده از این کثافت و معلوم نیست که ازشون استفاده بشه. همین، مراقب خودتون باشید. مرسی که تا الان با کانال بودید. توی کانال زاپاسیون بشید، لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.